جدایی زودهنگام میلاد سررک از پرسپولیس. میلاد سررک چند روز پیش با حضور در باشگاه پرسپولیس قرارداد خودش رو به مدت یک فصل دیگه تمدید کرد. شایعه شده که ممکنه فصل بعد نتونه برای سرخپوشان توپ بزنه. در ویدیوی امروز به ماجرای میلاد سررک و جنجال مغانلو در اردوی سپاهان و همچنین لغو اردوی ترکیه پرسپولیس خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید. میلاد سرلک هافبک دفاعی سرخپوشان بعد از تمدید قرارداد با پرسپولیس بلافاصله در محل تمرین این تیم حضور پیدا کرد تا مهیای حضور قدرتمند در فصل جدید بشه. سرلک که در حال حاضر 28 سال سن داره با مشکل خدمت سربازی مواجهه و برای تاریخ یک شهریور برگه اعزام به خدمت داره و از اونجایی که در اردوی آخر تیم ملی در تورنمنت کافا حضور نداشت، نیازمند اینه که در اردوی بعدی تیم ملی توسط امیر قلعه نوئی دعوت بشه تا بتونه یکی دو سال خدمت سربازی خودش رو عقب بندازه. محمد حسین کنعانی زادگان خرید جدید پرسپولیس هم که برای انجام کارهای اداری به قطر رفته بود، با بازگشت به ایران در تمرین سرخپوشان حضور یافت. میلاد سرلک و محمد حسین کنعانی زادگان به دستور یحیی گل محمدی در کنار تمرین گروهی تمرینات انفرادی خودشون رو هم دنبال میکنند تا خودشون رو به تمرینات اصلی و پرفشار تیم نزدیک کنند. اگه تا اینجا مطالب ویدیو براتون جالب بوده میتونین لایکش کنین. به نظر شما در نهایت مشکل سربازی میلاد سرلک حل خواهد شد؟ جنجال مغانلو در اردوی سپاهان. میخوام از سپاهان جدا بشم. شهریار مغانلو که یک فصل دیگه هم با زرتپوشان اصفهان قرارداد داره، حسابی از مدیران سپاهان به خاطر جذب چند مهاجم و ترافیک در خط حمله این تیم شاکیه و به مدیران سپاهان اعلام کرده که انگیزه‌ای برای حضور در سپاهان نداره. مغانلو در اردوی ترکیه با سرمربی این تیم هم جلسه سرپایی برگزار کرده و گفته که حاضر به ادامه حضور در تیم سپاهان نیست. گفته میشه مغانلو خواهان پیوستن پرسپولیس، اما محمد رضا ساکت مدیر عامل این تیم به شدت با انتقال مغانلو به تیم‌های رقیب مخالفه و مبلغ رضایت نامه مغانلو رو 40 میلیارد اعلام کرده. سپاهان یکی جلو میفته. سپاهان درون محوطه جریمه و گل دوم و تمام. محرومیت دو پرسپولیسی به خاطر مصاحبه. کمیته انضباطی افشین پیروانی و حسین خبیری، سرپرست و عضو هیئت مدیره پرسپولیس، را به خاطر مصاحبه در مورد سقف بودجه و وضع قوانین جدید و شایعه دور کردن برخی تیم‌ها از قهرمانی به مدت 20 روز به طور موقت از هر گونه فعالیت ورزشی محروم کرد. افشین پیروانی اما بی‌توجه به این حکم در بازی دوستانه مقابل شمس آذر قزوین در کنار نیمکت سرخپوشان حضور داشت. کمیته انضباطی هم به عدم رعایت حکم توسط افشین پیروانی واکنش نشون داد و مهلت 48 ساعته برای توضیح و دفاع از خود به وی داد. معلوم نیست در نهایت قصه این قوانین عجیب و غیر کارشناسانه‌ای که وضع شده به کجا خواهد رسید. لغو اردوی ترکیه پرسپولیس. سرخپوشان که قرار بود اردوی آماده سازی پیشفصل خودشون رو در ترکیه برگزار کنن، به دلیل مشکلات مالی مجبور به لغو این اردو شدن. گفته میشه سرخابی‌ها اجازه برگزاری اردوی خارجی با پول‌های بورس رو ندارن و این هزینه باید توسط اسپانسر پرداخت بشه. اردوی پرسپولیس هم چون اسپانسر زیر بار پرداخت هزینه اردوی ترکیه نرفت، در نهایت لغو شد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر میتونین کانال ما رو سابسکرایب کنین. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر، بدرود.